های گایز، به چنل خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو قرار بریم ببینیم داخل هر کدوم از دنیایی که قرار ببینیم چقدر میتونیم زنده بمونیم. لیتس گو. خب ویدیو به این صورتی که قرار در اول لیست رده بندی دنیای انیمیشن‌ها رو ببینیم که چقدر داخلشون میتونیم زنده بمونیم و در آخر لیست هم رده بندی دنیای فیلم و سریال‌ها و انیمه‌ها رو که داخل پارت‌های قبلی بهتون گفته بودم نشونتون میدم و بهتون میگم که داخل مهم‌ترین‌هاشون چقدر میتونیم زنده بمونیم. بریم ببینیم که قراره چی داشته باشیم. خب اولیش که نورلند واسه پیتر پن بود که داخلش وقت نمیمیری. بعدیش نیویورک که داخل 160 سال میتونی زندگی کنی. بعدیش واسه این پپا پیگ که 85 سال میتونی داخل زندگی کنی. داخل دنیای سیمسونا 81 سال میتونی زندگی کنی. توی بیگ ماوس یونیورس 80 سال میتونی زندگی کنی. توی توی استور یونیورس داستان اسباب بازی ها 78 سال میتونی زندگی کنی که آمریکای امروزیه دیگه و هیچ اتفاق خاص نمیفته دیگه داخلش و میانگین سن هم داخل همون این سالهایی که داره نشون میده 78 ساله و منطقه کاملا. توی دانویل 70 سال میتونی زندگی کنی. توی دیمز دل 60 سال میتونید زندگی کنین. توی المور از فیلم The Amazing World of Gumball 57 سال میتونید زندگی کنین. توی دنیای اسکوبی دو، عاشق من این انیمیشنه بودم همیشه، 55 سال میتونید زندگی کنین. توی سان فرانسیسکو واسه بیگ هیرو 6 52 سال میتونید زندگی کنین. خیلی من انیمیشنم باز دوست داشتم. توی ریکن مورتی این یکی دنیاشون 50 سال میتونید زندگی کنین. فکر کنم ریکن مورتی انوکسام دنیاش اگه داخل این لیست باشه ها خیلی خیلی کمترین حرفا میتونید داخل زندگی کنین. 50 سال بکنم بهترین حالت ممکنه شه. توی نیویورک سیتی واسه اولتیمیت اسپایدرمن 45 سال میتونید زندگی کنین. چگونه اجزای خود رو آموزش بدین 44 سال میتونید زندگی کنین. خود اجزای یکم خطرناک هستن ولی خب کنارتم که اصلا باز باحال دیگه. توی استون یونیورس 38 سال میتونید زندگی کنین. توی انیمیشن امریکن داد 35 سال میتونید زندگی کنین. توی فامیلی گای 30 سال میتونید زندگی کنین. ساوس پارک 27 سال. فار فار اوی واسه شرک 12 سال میتونید زندگی کنین که خب طبیعتا کلی جک و جونور متفاوت داشت دیگه. شرک دیوه مثلا بود، اژدها داره و هزار تا چیزای متفاوت و منطقی میشه گفت هستش تا حدودی. رونیتونز یونیورس که واسه اینا بود، چکارچیه و این رابیت و کلن همه اینا خیلی باحالن، 10 سال میتونید زندگی کنین. توی نیویورک واسه انیمیشن آرچره 7 سال میتونید زندگی کنین. توی مترو سیتی که واسه شگفت انگیزانه 5 سال میتونید زندگی کنین. توی پاپ هاوس 4 سال توی بنتن اورجینال همون اصلی است فکر کنم دیگه طبیعتاً واسه 2004 بود فکر کنم یا 2008 3 سال میتونید زندگی کنین که 3 سال به نظرم زیاد هم هست حاجی، با اون همه اتفاقای خفنی هم که میفته داخلش 3 سال زیاد هم هست که فکر کنم اینا مثلا جز آدمای با باشید که مثلا داخل روند اصلی مثلا اتفاقات ها، نه مثلا یه گوشه پرت داخل خونتون نشسته باشید کم کرده باشین و اینا. توی آواتار، انیمه آواتار هم دیدین یا نه؟ ولی پر امتیازترین انیمه دنیا میشه گفت، یه طور محسوب میشه. البته من به نظرم رتبه اتک باید خیلی بالاتر این باشه ولی خب این کل امتیازش بیشتر. داخلش 2 سال میتونید زندگی کنین که خب آتش ابزار کل دنیا رو گرفتنه و کلا خیلی خیلی اوضاع داغونه و اگه آتش ابزار باشین حالا زندگی میتون خوب میتونه به چرخونه همه چیو، ولی اگه آتش ابزارم نباشین دهنتون سرویس رسما و فقط فرار کنید. توی جام سیتی واسه تین تایتانز 1 سال میتونید زندگی کنین. هالووین تون The Nightmares Before Christmas 10 ماه میتونی زندگی کنی. توی بنتن واسه یه اومنیورس، یعنی بنتن فکر کنم دومی بود واسه 2010-12 بود یه همچین چیزی فکر کنم یا 2014 شاید، 8 ماه میتونی زندگی کنی که اتفاقاتش هم خفنتر بود، مثلا خیلی دارکتر میتونست باشه طبیعتاً، ولی خب من قبلی رو خیلی بیشتر از این دوست داشتم. توی انیمیشن The Powerpuff Girls هایچی نمیم اینو دیدین یا نه، من باش واقعا کلی خاطره دارم، 7 ماه میتونید زندگی کنین. توی سری فیلم های ایکس من، فیلم که در واقع نه انیمیشناش که از کمی کوین اومده، 5 ماه میتونید زندگی کنین. توی گرویتی فالز
خیلی جک و جونه ور بود واقعا. و داخل خود مثلا این روستای هانه، مثلا داخل چه میگم شهر دیگه ای، که اینجا کلا 4 ماه میتونید زندگی کنید و اگه اینو ندیدید حتما ببینید، کلا 2 فصل بیشتر نیست و خیلی کوتاست، ببینینش حتما. توی سامورای جک یونیورس 3 ماه میتونید زندگی کنین. او اینم خیلی دارک انگاری. توی دریم لند 2 ماه میتونید زندگی کنین. چقدر خفن به نظر من انیمیشنش. توی پایلتوور از انیمه آرکین، اینو ببینید حتما. انیمه نمیشه گفت هست ها، یه چیزی تو مایه انیمه و انیمیشنه در واقع، و پر امتیاز ترین انیمیشنیه که از یه بازی ساختنش و خیلی خیلی هم خفن. امتیازش هم میکنم 9.2 عالیه واقعا، ببینینش. یک فصلش هم بیشتر نیامده البته. و یک ماه میتونید داخلش زندگی کنین. توی انیمیشن اینویزیبل 27 روز کلا میتونید زندگی کنین، کمتر از حتی یک ماه. و خب واقعا خیلی بده که مثلا همش داخل جرنه اصلی باشین. اگه مثلا برید کار خودتون رو کنین و مثلا هیچ کاری مثلا به اتفاقای اصلی نداشته باشین، نه خب مثلا میتونید ماها و سالها زندگی کنین، ولی وقتی که میخواید یکم اوزار درست کنین، جونتون واقعا در خطر خواهد بود و ممکنه واقعا اتفاقای بدی براتون بیفته. توی لند آف او 25 روز میتونید زندگی کنید، واسه ادونچر تایم. ولترون یونیورس 22 روز میتونید زندگی کنین. توی واندرلند 21 روز کلا میتونید زندگی کنین. توی گادهام بتمن، شت حاجی واقعا عاشقشم، 20 روز میتونید زندگی کنین. تا بدن یا پلیس بکنن که 20 روز میمیری، یا چه میدونم، یا یه خلافکار چیزی باشی، وگرنه آدمای عادی حالا یه خورده بیشتر میتونن عمر کنن طبیعتا. توی استار وارز دی کلون وارز 14 روز میتونید زندگی کنین. توی مانستروپولیس 5 روز کلا میتونید زندگی کنین، از 14 روز هم پرید روی 5 روز. توی دلگو مووی 3 روز. هپی تری فرندز یونیورس 2 روز کلن. یعنی یه سری از این انیمیشن ها سخت‌تر زندگی کردن داخلشون نسبت به حتی یه سری از انیمه های خیلی خیلی دارک مثل برزک و دیمن اسلیر و حتی یه سری فیلم و سریال خیلی پچوز مثل حتی رزیدنت ویل. چیز زمین واسه انیمیشن والی، که خب زمین رسما نابود شده بود دیگه، کلن 2 ساعت میتونی زندگی کنی، به خاطر هم گرمای فکر کنم شدیدش، هم آلودگیش و ایناش. توی عصر یخبندان یونیورس کلن 20 دقیقه میتونی زندگی کنی، هم به خاطر سرماش، هم به خاطر جک و جونورش، هم اصلا هزار تا بلا ملا سرت میاد دیگه، رزن 20 دقیقه هم زیاده به نظرم. توی 337 ریکن مورتی کلن 10 دقیقه میتونی زندگی کنی، جک و جونورش مشخص دیگه رسما. توی کرومالون کلن 4 دقیقه میتونی زندگی کنی. ریکن مورتی چه شروبری لنتی، عاشقشم واقعا، خیلی خفنه. توی بیکینی باتم از باب اسفنجی کلن 2 دقیقه میتونی زندگی کنی، خب طبیعتا میری زیر آب، 2 دقیقه نفس تموم میشه و میمیری. توی فانال سپیس کلن 15 ثانیه میتونی زندگی کنی، یعنی نه داخل آب، مثلا یکم فضا ممکنه باشه، هوا و اینا، 2 دقیقه باز مثلا میتونی نفس بکشی، بعد آب ریت رو پر میکنه میمیری. این دیگه هیچ اکسیژنی نیست رسما، تو رفتی به چوخ میری. و توی بلندر از ریکن مورتی کلن 5 ثانیه میتونی زندگی کنی، میری داخلش، بلندر میاد میکست میکنه، پودرت میکنه و خونت میپاچه همه جا و در نهایت هم میمیری بعد 5 ثانیه. و حاجی اینا از اون انیمیشن ها و انیمه و فیلم ها خیلی تایمشون کم در بودا برگام. حالا بخوام یه لیست از بعضی از انیمه ها و فیلم ها و سریال ها بخوام بهتون بگم، که میگم اونا واقعا صد شرف دادن به اینا، اینا خیلی تایم زنده موندن داخلشون کم تره، ولی بخوام حالا یه لیست بهتون بگم. توی والکینگ دد، سریال والکینگ دد که همه زامبیان رسما، 24 ساعت کلا میتونید زندگی کنین. توی رزیدنت ایویل بازیش و کلا انیمیشن ها و فیلماش 3 ماه میتونید زندگی کنین، خب به خاطر اینکه داخل رزیدنت ایویل یه سری جاها بود که مردم زندگی هم میکردن باز هم، ولی داخل والکینگ دد همه زامبی شدن دیگه رسما. توی گودزیلا یونیورس که گودزیلا هستش حضور داره و اینا، کلا 18 ساعت میتونید زندگی کنین. توکیو غول که خیلی انیمه خفنی، میتونید ببینید حتما، کلا 4 فصل هم بیشتر نیست و خیلی کوتاست، 4 فصل کوتاه، انیمه خب کلا میدونید 20 دقیقه این داخلش، کلا 10 ساعت میتونید زندگی کنید، که میگم اونا با اون همه دارکیشون اینا بیشترن. و دیگه داخل مد مکس مثلا 9 روز میتونید زندگی کنید. وان پانچ من 10 روز. و
دیگه تا صبح میتونم بهتون بگم چند روز داخل چه انیمه ها و انیمیشن و فیلم های هری پاتر هست، اتک آن تایتان هست، کلی چیزای متفاوت هست. مثلا داخل اتک آن تایتان هم داخل یه بخشیش که کلی از اتفاق افتاده بود 5 ساعت میتونید زندگی کنین و باز هم مثلا کلی تا صبح میتونم بهتون بگم. و خب اگه خواستید میتونید برید این دو تا ویدیو رو ببینین، داخل یکیشون چقدر داخل این فیلم ها میتونید زندگی کنین مثل هری پاتر اینا هست، میتونید ببینینش. به داخل این یکی هم چقدر داخل این سریال ها و انیمه ها میتونید زندگی کنید، میتونید برید ببینینش. و مرسی که تا این آخر ویدیو رو دیدین. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه فعلا.